سلام میکنم به شما عزیزان خداوند، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امیدوارم حالتون خوب باشید، حال دلتون امیدوارم که خوب باشه. من که حالم خوبه، من حالم خیلی خوبه. امروز میخواییم باب 13 انجیل لوقا رو تمام کنیم و اگر فرصت شد 14 رو شروع بکنیم. همجوری که میدونید 14 ماه دیگه، امروز 23 ماه اول سال 2023، خیلی جالبه. نه خیلی جالبه، 23 1 2023، 23 1 23 1، ساینه. This is یک، این دفعه دیگه این یک ساینیه که من بهش احترام میذارم. 23 1 23. امروز میخواییم انجیل لوقا رو 13 رو مورد بررسی قرار بدیم. مسئله دانه خلدر و مسئله خمیر مایه. همینجور که میدونید عیسی با مسئله ها صحبت میکرد، چون که شاگرد ها نمیفهمن و مردم هم بدتر از اونها نمیفهمن، فهمشون بدتر شد. برای همین میخواییم مثل رو برای تو توضیح بدم، میخوام مثل رو برات توضیح بدم که بفهمی. آیه 18، آنگاه گفت: پادشاهی خدا به چه ماند؟ آن را به چه تشبیه کنم؟ همچون دانه خردلی است که مردی آن را برگرفت و در باغ خود کاشت. آن دانه رویید و درختی شد، چنان که پرندگان آسمان آمدند و بر شاخه هایش آشیانه ساختند. باز گفت: پادشاهی خدا را به چه تشبیه کنم؟ همچون خمیر مایه است که زنی برگرفت و با 3 کیسه آرد مخلوط کرد تا تمامی خمیر بر آمد. دو تا مثل زده، خیلی کوتاه و خیلی معنیدار. دوتاش هم در مورد یک موضوع، اگر در یک موضوع نبود کنار هم نمی آمد، به هم مرتبطن. و اولین مثل شبیه کی هستیه، دوباره مثل هم شبیه کی هست، هر دوتاش رو شبیه سازی کرده. خیلی هم میخواستن شکل من بشن، حالا میخواد پادشاهی خدا شکل کیه، پادشاهی خدا چه شکلیه، شکل چیه بهتر بگیم، چون پادشاهی خدا شکل هیچ کس نیست. حال درسته میدونی بیه رویال فامیلی تو انگلیس داری ملانه پادشاه آمده، بعد از که ملکه به بخشی به درک واصل شد یک پادشاه داریم در انگلیس. الان پادشاهی خدا یک فرد نیست. اینجا صحبتیه که میگه پادشاهی خدا شکل چیه، یک چیز خوشمزه. پادشاهی خدا یک چیز خوشمزه است. پادشاهی خدا به چه ماند؟ یعنی شکل چیه؟ اون رو به چی تشبیه بکنم؟ اون رو شکل چی درست بکنم که شما بفهمید؟ مثلا برای فهم بهتره دیگه، برای که بفهمی خدا با مثل صحبت میکنه. اون رو به چی تشبیه کنم که بتونی بفهمی؟ همچون دانه خردلی است که مردی آن برگرفت و در باغ خود کاشت. یک، دانه خردل، همینجور که میدونی دانه خردل بسیار بسیار کوچیکه، کوچولو. دانه خردل خیلی کوچولوه. یک مردی اونو بر میداره و میکاره. وقتی کاشت چه اتفاقی میفته؟
دانه خر در احتیاج مینتننس نداره. اگر نمیدونی بدون. دانه خر در احتیاج به مینتننس نداره. وقتی میکاریش خودش اتوماتیک رشد میکنه. اتوماتیک. مثل ماشین های اتوماتیک هستن که منوال نیستن. اتوماتیکه. خودش رشد میکنه. احتیاج به مینتننس نداره. آن دانه روید و درختی شد. اتوماتیک خودش روید و یک درخت تبدیل به یک درخت قوی و تنومند شد. آنقدر بزرگ شد، آنقدر شاخه های زیادی پیدا کرد که پرندگان آمدن و در شاخه هایش آشیانه ساختن. پرنده آمدن خونه درست کردن. پرنده ها آمدن روی اون درخت خونه درست کردن. منظورم جنجر برد نیست ها. یه خونه واقعی، یک لونه درست کردن. یه لونه عشق. پرنده ها جیک جیک میکنن. پرنده ها وقتی که جیک جیک میکنن میان یک لونه عشق بالای درخت درست میکنن اونجا. اولش چی بوده؟ اولش فقط یک کوچولو بوده. حالا صحبت داره میکنه از یک کوچولو به یک بزرگ. دوتا مثلش در این رابطه است. از یک کوچولو به یک بزرگ. یکیش مثبته، یکیش منفیه. الان براتون توضیح میدم. ما هم مقایسه میکنم. مثبت و منفی رو براتون تشبیه میکنم و مقایسه میکنم مثبت و منفی رو. یک دانه خردل بسیار کوچولو کاشت، اتوماتیک رشد کرد. خیلی خوبم رشد کرد. و چی شد؟ اومدن پرنده هایی که چیک چیک میکردن اومدن یک لونه عشق ساختن بالای اون درخت. باز گفت، دوباره میگه پادشاهی خود را به چی تشبیه کنه؟ میگه خب اگر اینو نفهمیدی، اگر قضیه چیک چیک رو نفهمیدی، یک مسئله دیگه میذارم که شیر فهم بشی. همچون خمیر مایه است که زنی برگرد و سه کیسه آرد مخلوط کرد تا تمامی خمیر ور آمد. اگه یادتون باشه جای دیگه میگه از خمیر مایه معلمین دروغین کلیسا و معلمین شریعت دوری بکنید. شاگرده باز فکر میکردن نون ور نداشتن. نه، نونو که اومدم از شما گرفتم. مون که بهش فکر نکن. صحبت نون اینجا نیست. صحبت تعلیم دروغین معلمین شریعته. معلمین شریعت وقتی تشویق به افکار منفی میکنن، یک افکار کوچیک، حالا 20 دقیقه که جای خود داره، یک دقیقه افکار منفی که انجام بدی ور میاد. خوب رشد میکنه افکار منفی، کل کلیسا رو در بر میگیره. اینجا صحبت اینو میکنه. میگه کافیه یک فکر منفی بکنی، یک دروغ سفید بگی، white lie، یک دروغ سفید کوچولو بگو، انقدر روش میکنه، خیلی خوبم روش میکنه، کل کلیسا رو در بر میگیره. این دروغ کل کلیسا رو در بر میگیره. مراقب دروغ و غیبت تو باش. یک غیبت کوچولو میکنی، کوچولو، غیبتش خیلی کوچولوه، ولی این غیبت رشد میکنه، خیلی خوبم رشد میکنه، تمام کلیسا رو، تمام شاخه های کلیسا رو در بر میگیره. مثل اون درخته دیدی رشد کرد، خیلی خوبم رشد کرد و کل شاخه هاش گسترده شد. تا اومدن چیک چیک کنان روش لونه ساختن. هم کلیسا شاخه شاخه شده دیگه، من نشد. از قرن اول تا الان که قرن 21 هستیم، کلیسا شاخه شاخه شده. خیلی هم قیچی دستشون گرفتن، هی پرون کردن که شاخهاش بیشتر بشه، هی پرون کردن که شاخه بیشتر ایجاد بشه. این شاخه شاخه شده کلیسا.
پرونش کردن که شاخه بیشتر ایجاد بشه و چیک چیک کنان روش لونه عشق ساختن. حالا میگه از مراقب باش، مراقب دروغ سفیدت، مراقب غیبتت که فکر میکنی خیلی کوچیکه، مراقب منیپلیشن، مراقب رنجش دادن، مراقب خشمت که یک ذره است. این چیه؟ این خشمت یک ذره است، یعنی رشد میکنه، خیلی خوبم رشد میکنه و کل شاخه های کلیسا رو در بر میگیره. عیسی مسیح داره این مسئله رو بهتون میگه که مراقب خشت اول باشید. بارها بهتون گفتم، قبلا بهتون گفتم تا سرعی ها میرود دیوار کج، چون معمار بنهاد خشت اول را کج. این چیزی نیست بابا، چیزی نیست، یه دروغ سفیده، مشکلی نداره. چرنگی میخوای، دروغت میخوای چرنگی باشه، دروغ آبی میخوای، دروغ سفید میخوای، دروغ چرنگی میخوای. تا سرعی ها میرود دیوار کج. حالا شما هی این وری برو، از این ور بگیر، از اون ور بگیر. یک ذره دروغ رشد میکنه، اونم خوب رشد میکنه، کل شاخه های کلیسا رو در بر میگیره. عیسی مسیح داره راجع به این مسئله صحبت میکنه. مراقب اون یک ذره باش، تعلیم معلمین شریعت مراقبش باش، مراقب اون افکار منفی که تشویق میکنیم به افکار منفی باش، اگر هم کم هست. در تنگ، عیسی در راه اورشلیم به شهرها و روستاها میرفت و تعلیم میداد. در این میان کسی از او پرسید: سرور من، آیا تنها شماری اندک از مردم نجات خواهند یافت؟ به ایشان گفت: سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا به شما میگویم بسیاری خواهند کوشید تا داخل شوند اما نخواهند توانست. وقتی که جلوی در وایسی، کسی نمیتونه وارد بشه، کسی نمیتونه وارد بشه، جلوی در ایستادی، قصد خدمت داری و نمیذاری کسی وارد بشه. یعنی سعی بکنید از اون در وارد شید که جلوی در ایستادن و مانع ورود شما میشن به ملکوت خدا، مانع ورود شما به ملکوت خدا میشن. یعنی سعی بکنید که وارد بشید، حتی اگر تنگ باشه، در تنگ. برای همین خیلی ها موقعی که میخوان ازدواج بکنن تنگش رو دوست دارن، میخوان از در تنگ وارد شن. کسی از او پرسید: سرور من، آیا تنها شماری اندک از مردم نجات خواهند یافت؟ سخت بکوشید، سعی کنید، بسیاری خواهند کوشید تا داخل شوند اما نخواهند توانست. نمیتونه وارد بشه، چون صاحب خانه برخیزد و در را ببندد، بیرون ایستاده در را خواهید کوبید و خواهید گفت: سرورا در را بر ما بگشا. در را باز کن، باز کن، ولی باز نمیکنه، بسته است. همینجوری بسته است، در میزنی بسته است. سرورا در را بر ما بگشا، ولی باز نمیکنه. سرور دیگه در را برای شما باز نمیکنه. چون صاحب خانه برخیزد و در را ببندد، بیرون ایستاده در را خواهید کوبید و خواهید گفت: سرورا در را بر ما بگشا. یه پراپرتی داره صاحب خونه. چی؟ صاحب خونه است دیگه، پراپرتی داره، صاحب خونه، صاحب اون پراپرتیه. صاحب خونه بلند میشه و در رو میبنده. حالا شما هی در رو بزن، صاحب خونه در رو برات باز نمیکنه. اما اون پاسخ خواهد داد: شما را نمیشناسم، نمیدانم از کجایید. خیلی ها رفتن
من خودم شخص شنیدم خیلی ها رفتن و گفته من شما رو نمیشناسم. رفتن اونجا، همون جایی که پراپرتی داره، رفتن یه کاری داشتن اونجا، گفته ما شما رو نمیشناسیم، من نمیشناسم. بسیاری رفتن اونجا، پس بسیاری داخل نخواهند شد. جواب داده من شما رو نمیشناسم. خواهید گفت ما با تو خوردیم، آشامیدیم و تو در کوچه های ما تعلیم میدادی. ما با هم رفتیم رستوران، با هم غذا خوردیم. تو اومدی بیرون، نه تنها تو کلیسا پر بود، اومدی تو خیابونم پر بود، تعلیم دادی. اونم چه تعلیم هایی؟ من یه تعلیم ندادی. نه تنها تو کلیسا پر بود، تو خیابونم پر بود، من یه تعلیم ندادی. مگه این دیس جنریشن رو تعلیم ندادی؟ شما را نمیشناسم. جواب میده، خدا جواب میده شما را نمیشناسم. خداست داره میگه، خدا میگه شما را نمیشناسم. اما جواب خواهید شنید، شما را نمیشناسم. خدا جواب میده، انا میخواید برید، برید در بزنید. خدا میگه شما را نمیشناسم. نمیدانم از کجایی. نبود، چون نبود نمیدونه از کجایی. نیستش دیگه، چون نیستش نمیدونه از کجایی. ای بدکاران، از من دور شوید. هر چقدر دورتر بشیم بهتره، هر چقدر فاصله بیشتر بشه بهتره. چون خودش جواب میده از من دور شوید. ای بدکاران، هر کاری میکنه هیچی بهش نمیگه دیگه، هر کار بدی میکنه هیچی بهش نمیگه، فقط میگه ای بدکاران از من دور شوید. عمدن فاصله ایجاد میکنه. Intentionally he makes distance. عمدن فاصله ایجاد میکنه، میگه ای بدکاران از من دور شوید. خدا جواب میده. آنگاه در آنجا گرگه و دندان مرهم ساییدن خواهد. چه اتفاق میفته وقتی intentionally فاصله ایجاد میشه؟ گریه و دندان ساییدن خواهد بود. گریه که من دیدم، دیدم شما گریه کردید، چون که فاصله ایجاد شده به خاطر بدکاران، که فاصله ایجاد شده شما گریه کردید، شما گریه کردید. زیرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همه انبیا را در پادشاهی خدا خواهید دید، اما خود را محروم خواهید. آفرین، آفرین. ببین چقدر قشنگ گفته. همه تو پادشاهی خدا هستن، هم ابراهیم هست، هم اسحاق هست، هم یعقوب هست، و همه انبیای بعد از اونها، یحیای تعمید دهنده تو بهشت هست، همهشون تو بهشت هستن، ولی تو از پادشاهی خدا محروم هستی. مردم از شرق، غرب، شمال و جنوب خواهند آمد و سر پادشاهی خدا خواهند نشست. آره هستند، آخرینی که اول خواهند شد و اولینی که آخر. بله، آخرین اول خواهند شد، اولین آخرین خواهد شد. بله هستند آخرینی. معمولا معلمین دروغی من یه تیکه هرچی خود دوست دارم میگیرن، میگه هست، بقیه شو دیگه نمیخونه، تکمیلش کن، تا آخرش بخون. آره هست، ولی هست آخری اول میشه. هستن اونایی که اول میشن و اونایی که آخر میشن. تا آخر بخون کلام خدا رو عزیز خداوند، دقت کن، تا آخرش بخون. آره هستن. چیا هستن؟
آخرینی که اول میشن، اولینی که آخر میشن، بله هستن. دقت کن عزیز خداوند، دقت کن. من همین از این ور و از اون ور و از جلو و از غرب و شمال و از همه جا میگیری که منیپلیت بکنی کلام خدا رو تا آخرش بخون، تا آخرش بخون عزیز خداوند. مبیخی کلام خدا چی داره میگه؟ اندوه عیسی برای اورشلیم. در آن هنگام چنی از معلمین شریعت، همون فریسیان، نزد عیسی آمدن و گفتن اینجا را ترک کن به جای دیگر برو. معلمین شریعت آمدن گفتن برو یه جایی برو. معلمین شریعت آمدن به من گفتن برو یک جای دیگه برو، یک جای دیگه برو، ما میخوایم یک جور دیگه کار بکنیم، برو یک جای دیگه، برو یه جایی، برو. معلمین شریعت میگن دیگه، زیرا هیرودیس میخواهد تو را بکشد. هیرودیس میخواهد تو را بکشد، یک جای دیگه برو. در جواب گفت، جواب میده، بروید و به آن روباه بگویید امروز و فردا دیوها را بیرون میکنیم و مردم را شفا میدهم و در روز سوم کار خیش را به کمال خواهم رساند. میبینم که کار تمام میشه، میبینم که کار به کمال خواهد رسید، میبینم که کار به کمال خواهد رسید. روز سوم، روز سوم کار به کمال خواهد رسید. امروز و فردا، دوشنبه و سه‌شنبه دیوها را بیرون خواهم راند و شفا میدم. امروز دوشنبه و سه‌شنبه روز شفاست. امروز و فردا روز شفاست. و روز سوم کار را تمام میکنم. چهارشنبه دیگه هیچ کاری وجود نداره. چهارشنبه کار تموم شده. پریود. اما امروز و فردا و پس فردا باید به راه خود ادامه ده. پس برای چی شد؟ ادامه بده. امروز ادامه بده. فردا ادامه بده. پس فردا ادامه بده. و وقتی که درست کردی همه چی درست باید بشه. تو خود آفرینش هم که دیدی درست شد. روز اول درست شد، روز دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم. وقتی ششم درست شد، روز هفتم شد روز استراحت، چون همه چی درست شده بود. Everything gonna be alright. روز هفتم دیگه روز استراحت بود، چون همه چی قبلا درست شده بود، already درست شده بود. ولی امروز باید درست بکنیم، فردا باید درست بکنیم، پس فردا باید درست بکنیم، بعدن روز استراحت از راه میرسه. زیرا ممکن نیست نبی بیرون از اورشلیم کشته شود. امکان نداره. بعد برگردیم اورشلیم که نبی اونجا کشته شد، اون که نبوت کرده بود. اونی که نبوت کرده بود رفتی اورشلیم نبوت کرد، اونجا کشته میشه. بعدن من برمیگردم اورشلیم، قبرشو بازسازی میکنم. اونی که نبوت کرده بود رفتم تو اورشلیم، یادتونه که رفته بود تو اورشلیم نبوت کرده بود که دیگه دعوتش نکردن و اونجا هم کشتنش. چون وقتی به نبوت ها اهمیت ندی، داریم تو کلام خدا گفته شده دیگه، اومدن پیغمبرای خدا نبوت کردن، کسی اهمیت نداد. قضیه باغ انگورو که خبر داری که اولی رو فرستاد کتکش زدن، دلش میخواد بزنه. دومی رو فرستاد باز کتکش زدن، ولی سومی رو دیگه این گفتن این جانشینه ها، این جانشینه، بیان جانشین رو بکشیم که دیگه هیچ ارث و میراثی باقی نمونه، این دیگه منتظر ارث نباشه. وقتی وارث کشته بشه دیگه ارثی خبری از ارث نخواهد بود. وارث کشته شده دیگه، جانشین کشته شده دیگه، ارث معنی نداره. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسار کننده رسولانی که نزدت فرستاده می شود. ما می فرستیم. من چیکار می کنم؟
ما وقتی که میفرستیم با اونایی که فرستادیم چی کار میکنن؟ اونهایی که فرستادیم رو میکشن. کسایی که رو میفرستیم کشته میشن. چند بار خواستم همچون مرغی، مرغ دوست دارید؟ همچون مرغی جوجه هایش را زیر بالهای خود جمع میکنند. فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستی. نمیخواد. نمیخواد. مشکل اینجاست که نمیخواد، نخواستی. مرغ دوست داری نه؟ بلی نخواستی. اینک خانه شما به خودتان ویران ما گذاشته میشه. خونه پراپرتی داری ها، ولی خراب شده. خراب خونه رو خراب کردی، خونه خراب شدی، خونه خراب شدی و ویرانت رو به خودت واگذار میکنم. مال خودت، مال خودت، من نمیخوام. خونت مال خودت، خراب کردی، خراب. و اما به شما میگویم، اینجا تیک آخرش، به شما میگویم که دیگر مرا نخواهید. خیلی مهمه، دیگر من را نخواهید دید. اگر تا حالا هر چقدر دیدی لذت بردی از دیدن من، دیگر من را نخواهید دید. دیگه خوشحال نباشید که منو میبینید. دیگر من را نخواهید دید. تا روزی که بگویید به نام خداوند میآید، یعنی من، وقتی من به نام خداوند اون موقع اومدم، اون موقع میتونی من رو ببینی، ولی دیگر من رو نخواهید تا اون روز. یک روزی به نام خداوند میام، ولی تا اون روز من رو نخواهید دید. در فیض و محبت عیسی مسیح باشید تا ابد الآباد. آمین. افتاد؟